عروسی مردم. قبل از اینکه به فیلم عروسی مردم برسم، باید یک جریانی رو با هم دیگه مرور کنیم. یه چند دهه‌ای هست که توی فضای مطبوعاتی ایران، توی شرایط نقد نوشتاری، توی رسانه‌های رسمی، توی دهه‌های اخیر یک سری تعارفاتی خلق شد، یک سری تعارفاتی به کار گرفته شد که یک جورایی باعث می شد که هر فیلمی جذاب باشه. یعنی در واقع همکاران من، دوستان من توی این فضای مطبوعاتی یک سری فیلم هایی که بخوایم به زبان ساده و عامیانه بخوایم بگیم بنجل بودن رو یک سری نقدای ساختاری عجیب و غریب در موردش می نوشتن و می گفتن که خب به این دلیل فیلم خوبیه، کارگردانش بچه خوبیه، عوامل زحمت کشیدن و کلا دور همی خوش گذشته، به فیلم احترام بذارید و این حرفا. همین فضا باعث شد که یک سری فیلم ها ساخته بشه و از لحاظ کیفیت هر روز بیاد پایین و پایین و پایین تر، تا جایی که از یک جایی به بعد دیگه علنا اون مفهوم سینما فراموش شد برای بعضی از فیلم سازای ما و هر کسی که لنز دوربین رو روشن میکرد و چند دقیقه بعدم خاموشش میکرد میگفتن که خب این یک نمای فوق‌العاده است، این یک نمای هزار یک اسم دیگه هم بهش میچسبوندن که بشه ازش یک فیلم در آورد. متاسفانه این مقدمه رو گفتم که برسم به فیلم عروسی مردم. فیلم عروسی مردم هم دقیقا میره در این جایگاه قرار میگیره. فیلمیه که توی دنیا دیگه اصلا ساخته نمیشه، حتی فیلم هایی که آماتوری هم ساخته میشن فیلم هایی هستن که تجربیات کارگردان رو در انتقال میده. در واقع یک سری تجربیات شخصی کارگردان رو، اون ذهنیت کارگردان رو شما میتونید در طول فیلم ببینید. حالا خوب بوده یا نبوده یا در نیومده به هر حال قابل بحثه، ولی در مجموع فیلم تجربی فیلمیه که بهش میگن آقا شما ذهنیت کارگردان رو بررسی کن که آیا این قابل اعتماد هست یا نیست. اما عروسی مردم فیلمیه که به صورت رسمی اکران شده، کلی عوامل سازنده داشته، عوامل حرفه‌ای هم پشت دوربین هستن و سر و شکل یک فیلم حرفه‌ای رو داره. عروسی مردم مدت زمانش کمتر از 90 دقیقه است و جالب اینه که اگر فیلم رو بخوایم صحنه‌های مفیدش رو جدا کنیم و کنار هم دیگه قرار بدیم، بعید میدونم 20 دقیقه بیشتر شما بتونید از این فیلمنامه در بیارید. داستان در مورد چیه؟ دو نفر که نمیدونیم چرا و نمیدونیم که چرا این تصمیم رو میگیرن، اصلا کی هستن، پا میشن میرن توی مراسم های عروسی شاباش جمع کنن که خوش بگذرونن یا چه اصطلاحاً یک پولی جمع کنن برای ازدواجشون. فیلم نه این شخصیت ها رو به ما معرفی میکنه، نمیگه که خب چرا تصمیم گرفتن که این کار عجیب غریب رو انجام بدن، در حالی که ما میدونیم دختر یک شغلی داره، ظاهراً یکی دو بار توی دیالوگ تکرار میکنه، یک ماشینی داره، عادیان، در واقع آدم های عادیان که میتونن برنامه‌ریزی کنن برای زندگیشون و فیلم به ما نمیگه که چرا باید این حماقت رو انجام بدن که بخوان برن تو مراسم های ازدواج. میخوان خوش بگذرونن، بیمارن، مشکل مالی وحشتناکی دارن، سنگ به سرشون خورده، چه اتفاقی براشون افتاده؟ فیلم توضیحی در این مورد به ما نمیده. شروع که میشه دو نفر دیالوگ میگن خب بریم عروسی. فیلم این شکلی شروع میشه. حالا ادامه فیلم به چه شکلی پیش رفته؟ این که شما میتونید حدود 70 دقیقه الی 70 و چند دقیقه یک تالاری رو ببینید که از آجر به آجرش، نما به نما، تمام اتاقهای این تالار، زوایای مختلف، فیلمبرداری صورت گرفته، فیلمبرداری‌های تبلیغاتی صورت گرفته و دو تا بازیگرمون وسط انداختن که جاهای مختلف تالار رو برن الکی بگردن، تاکید می‌کنم الکی برن دور تالار رو بچرخن که فیلمبردار بتونه اون بخش‌های مختلف تالار، از حیات گرفته تا سالن اصلی، گروه موزیک، هر چیزی که تو این تالار هست، آشپزخونه، همه رو ببینه بدون دلیل. یعنی در واقع شما یک فیلم حرفه‌ای ساختید، شخصیتاتون رو نپرداختید، به جاش اینا رو هی توی تالار دور خودشون چرخوندید که صرفا اون تبلیغ اون تالار انجام بشه. این وضعیتیه که سینما ایران دچارش شده. دیگه نمیرسم به خود فیلم. اصلا فیلم شرایطی نداره که بهش بشه پرداخت، شرایطی نداره که بخوایم در موردش صحبت کنیم بگیم این خوب بوده، بد بوده، قابل پرداخت بوده، این بخشش ضعف داشته، این بخشش قوت بوده. اصلا در این شرایطی نیست بشه نقدش کرد. فیلم الان اینی که میخوام میگم اسپویله، این بخشی که میخوام در موردش صحبت کنم انتهای فیلم رو لو میده. حالا به هر دلیلی اگه خواستید این فیلم رو نگاه کنید، این بخش از صحبت های من رو گوش ندید.
فیلم که میگذره در نهایت اینا توی عروسی اتفاقاتی رو تجربه میکنن، یک سری تعلیق‌های خیلی خنده‌دار ایجاد میشه داخل فیلم و در انتها زمانی که کارگردان میخوان این تعلیق‌ها رو برای ما باز کنه، یک دفعه یک ترانزیشن میزنه به ماشینی که توی سکانس اول دیدیم، دو تا شخصیت میگن نه ولش کن، ایده خوبی نیست. در واقع تمام آنچه که ما میدیدیم توی ذهن این دو نفر گذشته اول فیلم، با اینکه وسط فیلم اتفاق زیادی رخ داده، اتفاقات دردناکی رخ داده، مرگ رخ داده و یک سری تعلیق به هر دلیلی به هر شکلی تعلیقی ایجاد شده، کارگردان به جای اینکه میاد پاسخ بده به تعلیقی که ایجاد کرده، همه رو میبنده، میگه که خب این تو فکر اینا بوده، اصلا پایان هم نداره، ولش کن، همینجوری نصف کار فیلم رو تموم کنیم، جمع کنیم بره. زمانی هست که ما میگیم توهین داره میشه به شعور مخاطب که فیلم رو نگاه میکنه و عروسی مردم دقیقا توهین به شعور مخاطبه. بگذاریم، به نظرم در مورد عروسی مردم دیگه صحبت نکنیم. فیلم به شکل عجیبی توهین‌آمیزه، فیلم به شکل دردناکی شعور تماشاگر رو زیر سوال میبره. فیلم اون اصطلاح بنجل رو من خیلی سعی میکنم کمتر به کار ببرم، ولی به معنای واقعی کلمه بنجله، بنجلی که خب نتیجه تمام اون ستایش هایی که همکاران سینمایی مدته این سالهای گذشته از سینمای ایران از فیلم های بنجلی که ساخته میشد به عمل آوردن، ستایش های اقرارآمیز، کلمات و اصطلاحات عجیب و غریبی که به این فیلم ها بستن و سازندگانشون باور کردن این اصطلاحات رو و متاسفانه به نسل جدید هم تا حدودی منتقل شده و نافذ بودن اون نقد رو از بین برده و نتیجه این شده که فیلمی مثل عروسی مردم به صورت عمومی اکران میشه، بهش سینما میدن، مثل یک فیلم عادی باش برخورد میشه و در نهایت منتشر میشه. دیدن این فیلم و الهام گرفتن از این موضوع که ما میتونیم فیلم مثل عروسی مردم بسازیم و منتشر کنیم، یک واقعیت ترسناکه، یک واقعیت ترسناکی که داره پذیرفته میشه، مثل خیلی از معضلات اجتماعی که داره عادی سازی میشه، خیلی از بحرانهایی که داره عادی سازی میشه. جاش نیست اینجا در موردش صحبت کنیم، ویدیو طولانی میشه، حقیقتا شما حوصله ندارید در موردش بشنوید. بگذاریم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که کمتر بنجل ببینید. دم شما گرم و خدافظ.